با نام و یاد خدا، با درود و سلام خدمت تمامی شما بینندگان عزیز شبکه جهانی سبا و شنوندگان عزیز نوای فم. فرهناز غنی‌زاده هستم از برنامه زیبای نایریکا در خدمت شما عزیزان قرار دارم. عزیزان، موضوع امروزی ما در رابطه با زنانی است که دارای نوعی از معلولیت هستند. اما در آغاز بدانیم که خود معلولیت چی هست. معلولیت عبارت از وضعیتی است که در اثر آن انسان در اثر یک حادثه عضوی از اعضای بدن خود از دست می‌دهد و یا هم در برخی از افراد به صورت مادرزادی وجود دارد. اما زنانی که دارای نوعی از معلولیت هستند در جامعه افغانستان از مشکلات زیادتری برخوردار هستند و در این رابطه ما روی دو پرسش اساسی متمرکز میشیم، این که زنانی که دارای نوعی از معلولیت هستند در افغانستان از چی جایگاه و چی مقام برخوردار هستند و اینکه ما چگونه میتونیم این زنان را توانمند بسازیم. در همین رابطه یک گزارشی آمده هست، با هم میبینیم و میشنویم. در جامعه سنتی افغانستان، زنان دارای معلولیت با مشکلات زیاد مواجهند. در قسمت تعلیم و تربیه دختران دارای معلولیت نسبت به پسران کمتر توجه صورت می‌گیرد که ریشه در همان نگاه مردسالار را ندارد. متاسفانه چیزایی است که باید گفته شود. وقتی که در رسانه‌ها مردم حاضر میشن در روی پرده کمره گفته نمیتونن، اصل موضوع را بیان کرده نمیتونن. ارتباط زنان معلول در افغانستان ما و شما متاسفانه مردم فرهنگ و کلچرش قدر پایان است که حتی احترام به زنان که جور است، صحتمند است، صحیح میگردن در شهر و بازار احترام خاص ندارن. چی خاصا که به زنان معلول؟ دختران دارای معلولیت با در نظر داشت وضعیت اقتصادی و اجتماعی کمتر از حمایت‌های خانواده برخوردارند. در بخش تعلیم و تحصیل، دختران دارای معلولیت هم کمتر از جانب خانواده توجه صورت می‌گیرد و خانواده‌هایی است که فرصت‌ها را به طور مساوی برای پسران و دختران دارای معلولیت مهیا نمی‌کنند و حتی برای اشتراک و سهمگیریشان در امور اجتماعی و فرهنگی موانع ایجاد و از حضور آنان احساس شرم و ننگ دارند و حتی برخی از افراد جامعه دید دیگر نسبت به این بانوان دارند. به خاطر ازی به زنان محلول به نگاه دیگر دیده میشه، به خاطر دلایل خاص خود داره. یکی از دلایلش این است که یکی از عضو بدن خود از دست داده و یا هم یکی از کمبودی هایی را داره. در ضمن ازی که فرهنگ پسمانده مجبور به این کار میکنه، در ضمن ازو دید شخصی هم از اونا دارن، یعنی به دید حقارت و یا به دید تحقیرآمیز با جانبشان میبینه. با این ترین قشر جامعه فعلا در افغانستان هم زنان معلول هستن که بناهای مختلف در افغانستان یا شهرهای دیگه مورد توهین اشخاص خرد بزرگ مورد توهین قرار میگیرن. اما با دیدگاه من باید تمام افراد، چی خرد چی بزرگ چی زن چی کلان چی مرد، احترام خاص خود نسبت به زنان معلول داشته باشند. اشخاص دارای معلولیت در جهان یکی از گروه‌های آسیب پذیرند، چنانچه گزارش سازمان صحی جهان نشان می‌دهد که 15% نفوس جمعیت جهان را اشخاص دارای معلولیت تشکیل می‌دهد. اما در افغانستان سروی ملی معلولیت که توسط مؤسسه بین‌المللی هندیکاپ در سال 2005 صورت گرفته نشان می‌دهد که 2.7% نفوس افغانستان اشخاص دارای معلولیت اند. در افغانستان آمار دقیق از زنان دارای معلولیت وجود ندارد، ولی نظر به این سروی هندیکاپ 59% مردان و 41% زنان دارای معلولیت هستند. آمار آنان ممکن بیشتر از آن چی در این گزارش ذکر شده است باشد، چون برای این بانوان کمتر فرصت داده می شود تا در فعالیت‌های اجتماعی سهم داشته باشند و اعضای خانواده آنان فعالیت زنان دارای معلولیت را نوع آر و یا ننگ می دانند. اولا خود نمی معلولیت نباید یک خانم خودش تغییر بکنه، خودش بالاخره در فکر ازی باشه که من معلول هستم، من معیوب هستم. ما امروز خانم‌ها را می‌بینیم نام خدا بسیار کارهای کلان را انجام میدن. معین وزارت شهدا و معلولین خانم صبری شده یک بخش. این نباید که یک فامیل از اون ننگ بدانه، باید هنوز همکار از او باشن، او را باید دلپوری بتن، او را باید تشویق بکنن که تو میتونی که در قله های دنیا برسی.
موارد زیادی وجود دارد که حتی خانواده ها از دختر دارای معلولیتشان احساس شرم کرده و آنان را به مراکز صحی نبرده و تداوی نمی کنند که نهایت دردآور است. در جامعه که متاسفانه من و شما نرخ بیکاری و عدم توجه که خیلی رایج است که من و شما داریم، حتی فرصت ها به خاطر افراد عادیه که در جامعه بدون یک نوعی از معلولیت بدون استثناء بودن هم نرخ بیکاری زیاد است و عدم توجه ها زیاد رایج هست، مسلما در این نوع جامعه بحث معلولیت از جمله بحث های استثنایی هست که مسلما به خاطر افراد استثنایی که در جامعه داریم، البته بحث استثناء به معنای داشتن معلولیت، اینجا متاسفانه زمینه های اشتغال سایی و حتی در حد مصروفیت های سالم اجتماعی، در حد درآمدزایش یا هم شاید بدون درآمد، در حد یک مصروفیت سالم روانی هم متاسفانه در جامعه ما کم هست که این از جمله عوامل بزرگ در قسمت نارسایی ها و انزواجویی های افرادی که دارای نوع معلولیت، انواعی از معلولیت هستند، خیلی نقش بساسای خود داره متاسفانه. سالها جنگ در افغانستان شمار زیاد معلول به جا گذاشته است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در کشور میگوید بیشتر از 1 میلیون نفر از یک نوع معلولیت رنج میبرند و هر سال 10,000 معلول تازه در این اداره ثبت میشوند. معلولان در کشور زندگی دون باشند. رنج زن بودن نیز به آن افزوده میشود. شماری از دختران معلول در این گزارش میگویند زندگی دشوار دارند و برای یافتن کار 7 خانه رستم را عبور کرده، اما یا دست خالی برگشته یا به دلیل تأخیر شدن از خیر کار گذشتند. ما معیوب هستم، ما توانای کار دارم، دولت بر ما وظیفه کار ندادم، به خاطر که ما نمیریم، به خاطر که توانایی البته میگه نداره دولت ما چی نداده دیگه. مشکل دارم، مشکل تمام شد، خانه ما بیکار، کرایه ما 3,000 کرایه خانه ما، اولی ما نداره بیاوی خانه ما لبجر، خیلی مشکلات زیاد داریم. زمان کار رو دارم، ما مصاحب نیست، ما میخواییم که رقم کاره که سانه ایده سیر کار کنم، کار میتونم کنم. و هم فیلن دیگه وزی دولت بر ما کم چیزی نداده. یک دیگه دم مای کرای خانه من دمای 3,000 کرای خانه میتیم. کار به ما فراهم نشده، دولت هر جای مراجعه کردیم، ما کار نداده، ما توانای کار داریم، اما ما فراهم نشده، پدرم میجی سفید است دیگه، کارم توانای کار نداره دیگه. او من مطب میخوانم، دمی 5 سال کتاب داشتم، بعد از 5 سال بیام کتاب خوندیم، مکتب درس خوندیم، مشکلاتی که بود، دمی مشکلاتی که ما درس خوندیم، اما ما کتاب فراهم نشده دیگه، ما به کتاب خوندیم، اینقدر دیر که رساندیم خود به کتاب رساندیم. در جامعه سنتی افغانستان زنان دارای معلولیت با مشکلات گوناگون مانند دیدگاه منفی جامعه و خانواده، نداشتن دسترسی به خدمات صحی، تعلیم و تربیه، مشوره دهی، امور معیشتی درست، تشکیل خانواده و همچنان برخورد تبعیض آمیز طبعاً با خشونت نسبت به مردان دارای معلولیت روبرو اند. اما مسئولان در وزارت امور زنان میگویند که از سوی این وزارت و دیگر ارگانهای زیر ربط برنامه‌های جهت اشتغال زایی این بانوان روی دست است. وزارت امور زنان ما یک بخش داشتیم قبلا در بخش معلولیت، اینو بیشتر کار میکردم، هماهنگی داشتیم با ادارات مختلف، زنانی که مشکلات داشتن ما هماهنگی میکردیم با ادارات تا به خاطر رسیدگی به مشکلاتشان. در ضمن از ما فعلا شما میدونید که ما یک بخش ارگان دولتی معلولین جداگان است، امروز میتونن اونا کار کرد خوبتر بهتر برایشان داشته باشن، اما وزارت امور زنان به خاطر دادخواهی به اداره هماهنگی داشتن. در ضمن از ما یک بخش از کاری مهم بود که بخاطر رسیدگی به مشکلات دختر خانم ما در دادخواهی به خاطر ایجاد شغل برایشان همیشه موجود بوده. عزیزان، زنانی که دارای نوعی از معلولیت هستند در افغانستان نسبت به سایر زنان از مشکلات و چالش های زیادتری برخوردار هستند، اما هستند زنانی هم که این مشکلات نادیده میگیرن و یا هم از این مشکلات و سدهایی که در سر راهشان قرار میگیره عبور میکنن و
بانو نسیمه دقیقا یکی از همین بانوان است که در این رابطه این مستند را با هم میبینیم و میشنویم. نه سال داشت که سرنوشت و روزگار روشنی چشمانش را گرفت و در سن 10 سالگی مادرش وفات نمود. با وفات نمودن مادرش دنیایش تاریک تر شد، چون دیگر نه چشمان برای دیدن داشت و نه صدای مهربان مادر را می شنید که هر لحظه نوازشش کند و او را دلداری دهد. پدرش نیز دهقان بود و چرخه زندگی را به دشواری می چرخاند. بله، در مورد نسیمه صحبت می کنیم. او با همسرش در یکی از مناطق دور افتاده شهر کابل زندگی می کند. او در کنار همسر زندگی خوب و خوش دارد. همسرش در حال حاضر بیکار است، چون او همانند نسیمه نابینا است. اما در کنار سعادت و خوشی، مشکلات زندگی نیز دامنگیر این دو شده است. مشکلات اقتصادی ما خیلی ضعیف است. دیگه مشکل زیاد داریم. دیگه از کرای خونه پس ما نستیم. ما دونی مزاره نمی اتاق کرا میتیم. دیگه خود من دیگه وظیفه ندارم. کار کرده نمیتونم. شوهر من مرقم دیگه. اجمی از اقتصاد خیلی ضعیف است. او در حالی که لبخند بر لب دارد از خاطرات خوش زندگیش سخن میگوید. خاطرات خوش مایی است که اول وارد درس شدم، اجتماعی شدم، خیلی خوشحال شدم که شامل مکتب شدم، مدرسه، دیگه در قرائت قرآن را پیدا کردم، اونجا خیلی زیاد خوشحال شدم، دیگه از دورانی نوارش شدم، دیگه تازه عروس که بودم خیلی یک بر من خوش گذشت، یک احساس خوشی داشتم، دیگه خلاص. نسیمه 23 سال سن دارد. او در کنار خاطرات خوش زندگی، خاطرات تلخ هم نیز داشته است. بدترین خاطرات وقتی که مادر خود از دست داد. دیگه همی خیلی بدترین خاطره ما بود. دیگه از یاد رفتنی نیست و یا نید از یادمون نمیره. نسیمه اعتقاد دارد که ناامیدی کار شیطان است، اما میگوید در برخی مواقع زندگی با انسان‌ها یاری نمی‌کند و انسان را ناامید می‌سازد. نابینایی خیلی ناامید هستم که نمی‌تونیم مثلا پیشرفت کنیم. نمی‌تونیم ما کل جایی ببینیم، نمی‌تونیم که کار کم رقم که ما می‌خواستیم که دل ما سم رقم انجام بدیم نمی‌تونیم. نسیمه میگوید که شکست را در زندگی نمیپذیرد. او تلاش میکند و درس میخواند و اکنون هم صنف دهم مکتب است. این دو زوج فرسنگ ها را پیمودند تا برای فراگیری درس و تحصیل خود را به کابل رساندند. شوهرش نیز به درس و تحصیل علاقه زیادی دارد و نسیمه را در درس هایش یاری میکند. یک ساعت که برای قرآن کریم قرائت قرآن کریم میخوانم، تمرین دارم. دیگه یک ساعت یا بیشتر برای دیگه مطالعه هست. او در کنار درسهایش قرآن شریف نیز تلاوت می کند و به این باور است که تلاوت قرآن باعث سرور و خوشی وی می شود. لا اقسم به هذا البلد و انت حل شوهرش شیر حسن نام دارد. شیر حسن با نسیمه مانند یک دوست و رفیق است و همواره او را تشویق می کند و کوشش می کند تا زندگی مملو از خوشی و خوشبختی داشته باشند و از داشتن نسیمه در زندگی خود خرسند و راضی است. در مورد خانم خود بیچاره کار می کند. دیگه چی کار؟ هیچ چیزش من ناراضی نیستم. کل کار خانه را خودش انجام می ده. دهی نابینایی به این معیوبیت خود کل کار خانه را انجام می ده. زحمت می کشه. خودتان درس میخوانی؟ خودمو درس میخوانم، بله. تا صنف چند خوانده؟ تا صنف 5 بخش حفظ تعلیمات اسلامی در لیسه مسلکی نابینایان در نابینایان کابل.
نسیمه در کنار درس خواندن کارهای خانه را به تنهایی انجام می دهد و می گوید از پس همه کارها بر می آید. او به کار کردن عادت کرده است و مشکل برایش ایجاد نمی شود. جارو کردن، ظرف شستن، آشپزی، کالاشویی از کارهای روزانه اوست. نه، کارهای خانه را خودم انجام می دهم. نه، ما از اول پشر روسی اینا گفتند که ما مثلا خواهرهای ما قد تو کمک میکنه. باز وقتی که اینجا روسی کردیم آمدیم دیدیم که مشکل بودن دیگه. به سود یک پدر عزیزه، یک مادرش خیلی ضعیف است، توان کار نداره، فقط اما دو تا همشیر بینایش هست که امرار از اونا کار میکنه، یک تا همشیر از هم نابیناست دیگه. مشکل از اینا زیاد بوده دیگه، نمیتونست دیگه، یال فعلا خود میپشمه. نسیمه از بزرگترین آرزویش قصه می کند. این که اگر روز قرار باشد دوباره روشنی چشمانش برگردد، اولین کسانی را که دوست دارد ببیند مادر، پدر و همسرش باشند. اولین بار دوست داشتم چهره پدر، مادر و چهره شوهر خودم. نسیمه در دنیای خودش برنامه های دارد و همه روزه در ذهن خود تصور می کند. او از برنامه های آینده اش چنین می گوید. زیاد خبرنگاری استی جورنالیسم خوش دارم. دومش می تدریس کردم. این بانو نابینایی را ناتوانی نمی داند و اعتقاد دارد که خواستن توانستن است. توانستن خواستن است. اگر ما بخوایم نابینایی هیچ ناتوانی نیست. توانستن خواستن است. اگر ما بخوایم کلی کار کرده میتونیم. اگر که نخواهیم دیگه باز میشه که بگویم دیگه ما نابینا هستیم، نمیتونیم درس خوانده، نمیتونیم، نه چیزا نمیشه. خود من دمی درس ها را مثلا خیلی خیلی دستختی پیش بردیم. حتی مر درام موتر زده، پای موگار شده، افتیدیم داخل جای افتیدیم، یعنی خیلی مشکلات پشت سر گذاشتیم. خدا را شکر سپاسگزارم که بر ما توفیق داده که ما هم درس میخوانم هم کارهای خانه را پیش بردن. این بانوی توانا به امنوان خیش پیام دارد. پیام به دیگه خانم هم هست که مثلا توانایی داشته باشه، زحمت بکشه، درس بخونه، زحمت بکشه که مثلا همه کارهای خانه رو یاد بگیره. بعضی نابینایان ما هست دیدیم که اصلا در کار خانه بوی نمیبره. از اونا خواهش میکنم که تا وشون میرسه باید خودشون در سرپای خود استاد باشه، همه کار خانه، همه درس، همه چی باید انجام بده. بیش از 4 دهه جنگ متاسفانه که در افغانستان سبب شده که بیش از میلیون ها شهروند افغانستان عضوی از اعضای بدنشان از دست بدن و دوچار نوعی از معلولیت شوند. اما خدمات و وسایل کم درمانی و بهداشتی متاسفانه که در افغانستان نتانسته که نیازهای قشر را برآورده بسازه. دوستان عزیز، مجددا خوش آمدید به ادامه برنامه. موضوع امروزی ما در مورد وضعیت زنان معلول در افغانستان است و برای بحث بیشتر بانو منیره عابد، عضو تیم سخنگوی شورای اجتماعی وارثین شهدا و معلولین با ما هستند که بانو عابد را به برنامه خوش آمدید. بسم الله به شهدای و صدیقین. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیون سوا. ممنون از شما. بانو عابد، ما صحبت را از اینجا آغاز میکنیم که وضعیت زنان معلول در کشور نسبت به چند سال گذشته شما چگونه ارزیابی میکنید؟ خب جامعه افغانستان جامعه است که در طول جنگ های تحمیلی متاسفانه قشر معلول با خود همراه داره، که در جریان جنگ های داخلی چی در دوران کمونیست ها بوده چی بعد از سال 2001 بوده، متاسفانه ما تعداد زیادی از خانما، آقایان، اطفال داریم که اونا دارای معلولیت هستن و وضعیت معلولین نمیتونیم که به یک نگاه خوشبینانه بگیم که خیلی خوب است، ولی ما امیدواری های زیادی داریم که بتونیم خود معلولین بتونن از بین خود بخیزن و حق خودان بگیرن. چون هیچگاه مثلا ما مشاهده کردیم که کس حق از اینا را مثلا برشان نداد، پامال کرد، گرچه حق گرفته میشه، ولی این معلولین نتونستن کنم و زمینه که برشان باید مساعد میشد نشد که اونا برن حق خودان بگیره. به خاطر ما راه ها و زمینه های زیاد
زیادی را بر از اینا پیشکش کردیم و هموار ساختیم که اینا بتانن در قالب اون از امون بسترها توانایی هایی که دارن توانایی هایشان بروز بکنن و از اون امون در راستای پیشرفت هم خودشان و هم جامعه خودشان استفاده بکنن. بله، در لابلای صحبت هایتان اشاره کردین که ما برای گرفتن حق معلولین دادخواهی های انجام دادیم. تا چه حد تانسته که دادخواهی شما نتیجه بده؟ ما دادخواهی های ما معمولا از طریق رسانه های اجتماعی بوده، رسانه های تصویری بوده و راه های دیگه بوده که ما دادخواهی کردیم برای این معلولین که خوشبختانه ما نمیتونیم بگیم که 100% دادخواهی ما نتیجه داد، ولی بی نتیجه نبود. ما دانستیم که بسیاری اشخاص که دارای معلولیت بودن برن در ارگان های دولتی وظیفه ایفا بکنن، بتونن در پوهنتون ها درس بخونن، حداقل نگاه جامعه را نسبت به اینا که معلولین هم توانمند هستن ما دانستیم که تغییر بدیم، چرا که یک رنجی که فعلا افراد دارای معلولیت میبره است که جامعه نسبت به اونا یک نگاه منفی داره، فکر میکنن این افراد دارای معلولیت هستن توانایی ندارن، در حالی که ما دیدیم افراد که دارای معلولیت بودن بیشتر از افراد سالم اینا تونستن که کار بکنن، پیشرفت بکنن. چند نمونهش مثلا در ادارات دولتی میبینیم که در روی سارانوالی یک روشندل هست که میتونه هم در کامپیوتر تایپ کنه، هم فیسبوک کار بکنه و هم بتونه کارهای دولتی رو پیش ببره. سپاس از شما. در مورد تبعیض در دستگاه حاکمه صحبت کنین که چقدر در مورد بانوان در رابطه با زنان معلول تبعیض وجود داره. بر علاوه اگر بگوییم، من نمیتونم بگویم مکمل 100%، ولی هستن در افغانستان مردایی که بیشتر زن‌ستیز هستن با امون نگاه مرد سالانه نسبت به تمام ابعاد جامعه و زندگی میبینن که زنها هم بخش از اون میشن. در اداره که زن بره مثلا اگر معلول باشه یا دارای معلولیت نباشه، بیشتر با نگاه جنسیتی با او برخورد میکنن، فکر میکنن که زن افغانی یا زن افغانستانی توانایی نداره که بتونه در اداره کار بکنه، اونمو امور و امو کارهای محوله را به خوبی سپری بکنه. بیاین در مورد یک موضوع مهمتر صحبت بکنیم، در مورد آزار و اذیت جنسی. برخی از بانوان معلول به این باور هستن یا شاکیان تا که در ادارات دولتی و سایر ادارات نسبت به ای بانوان آزار و اذیت جنسی صورت میگیره. آیا این موضوع واقعا وجود داره؟ در مورد آزار و اذیت گفتین که متاسفانه آزار و اذیت جنسی در برابر بانوان نه تنها در ادارات دولتی، ما میتونم با جرأت تمام بگم که آزار و اذیت خیابانی است، در رسانه ها است، در هر آن جایی که بگی آزار و اذیت جنسی تنها این نیست که مورد لکتکوب قرار بگیره. وقتی که در راه میره با یک حرف نامناسب یک خانم مقابل میشه، طبعا بالای روح روان از او تاثیر منفی میگذاره، بالاخره اونم تاثیرات منفی تمام ابعاد زندگی از او مورد پشت قرار میده. برای حل این مشکل از اینا از طرف خود اداره شما چی برنامه هایی روی دست گرفته؟ ما فکر میکنم فقط یک طرح پیشنهاد کردن که در ادارات دولتی باید دروازه ها شیشه ای شود، کلکین ها شیشه شود که تمام چیز از پشت شیشه معلوم شه، ولی فقط طرح بود که رسانه ای ساختن که ما این کار را میکنیم، ولی ما میبینیم که ادارات افغانستان بازم با مو شکل عادی خود این تر از طرف خود اداره شما پیشنهاد نشده به وزارت امور زنان؟ نه، این طرح که مثل شیشه بسازن این گپا نیست، مانع آزار اذیت جنسیشان شده. خب ما طرحهای زیاد را پیشنهاد کردیم ولی روی از این طرح کار میکنیم. ما طرح نمیتیم که مثلا ما بشینم فکر کنم شب بتون با وزارت امور زنان. در مورد آمار زنان معلول صحبت کنیم، آیا یک آمار دقیق و مشخصی در نزد خودتون موجود است؟ خب آمار دقیق فعلا وجود نداره، ولی بنابر آماری که قبلا، البته این آمارم دقیق نبود، فقط یک سرشماری کلی بود، گفته می شد که بیشتر از 1 میلیون معلول فقط بر اثر امو جنگ‌های داخلی و دهه 70 و دوران کمونیست و یپا 1 میلیون معلول بودن. و آمار شاغلین تا چه حد میرسه؟ فکر نمی کنم که آمار شاغلین یک آمار قابل توجهی باشه. فکر کنین از 100% ممکن 20-25% باشه که اونا هم خودشان از طریق از این که مثلا خانما میرن موردوزی میکنن، حیاتی میکنن، یا آقایان مثلا چیزهای تزیینی میسازن، کارگاه هایی که خودشان به همت خودشان رفتن این کارها رو میکنن، راه را برای نظمی معلولینه که توانایی دارن هموار بسازیم، چون فعلا کسی نیست که نمی بستر جامعه را برای از اینا هموار بسازه. در مورد تحصیلشان صحبت کنیم بانو عابد، ای که چرا میل مکاتب در جذب دختران معلول کم است؟ خب یکی از چیزایی است که معارف افغانستان خیلی به این توجه نکردن. من فکر میکنم معارف افغانستان باید یک لایحه علیحده ای را به خاطر معلولین بسازه که اینا راحت بتانن در مکاتب برن. حداقل چیزی که من در دوران مکتب مشاهده کردم،
کسایی که سر ویلچر بودن حتی امو زینه که به شکل بلند باشه بدون پروپلر باشه برای زینه ساخته نشده بود. بر ایجاد سهولتات به بانوان شما اشاره کردین. تا چه اندازه سهولت برای از این بانوان ایجاد شده، مثلا از قسمت ویلچر گرفته تا چوکی های که اینا در اداره که فعالیت دارن یک چوکی منظم یا راحتی داشته باشن؟ خب وجود دارم، من نمیگم که هیچ کار نشده در هیچ اداره دولتی بر مخاطر ملولین، اما یک فرصت ایجاد نشده یا یک سهولت ایجاد نشده هست، ولی او امکانات که بتانه پاسخگوی جامعه ملولیت باشه وجود نداره متاسفانه. اگرچه در سالهای اخیر برنامه های مختلف آگاهی دهی از طریق ارگان های ملی و حتی بین المللی صورت گرفته، اما نتیجه آنچنانی نداشته. شما دلیل از این را در کجا میبینید؟ خب ما یک چیز است که بیشتر در جامعه افغانستان چیز است که اگر به ماهیت یا به تأثیر گذاری پروژه فکر کنند، بیشتر این رو میگیرن که ما یک پروژه را بگیریم تطبیق کنیم و بالاخره گزارش بدیم ما در فلانی جای افغانستان یک پروژه را تطبیق کردیم. به نظر من پیش از این که پروژه به کسی سپرده میشه باید دو افراد کسایی باشن، اول از جامعه افغانستان، اونا معلومات و آگاهی کامل داشته باشن. خود اداره تان برای پیشرفت این بانوان و حتی برای اشتغال زایی این بانوان چی طرحی در آینده داره؟ خب ما طرحی را داریم. اولش این است که ما بتونیم اینمی افرادی که دارای معلولیت هستن اینا ما بتونیم از طریق بورسی ها به دانشگاه های خصوصی دولتی معرفی بکنیم. در قسمت دوم ما میتونیم با وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین با اینا طرح خودانه پیش بکنیم، با همکاری از اینا بتونیم که اینا رو به مکتب روان بکنیم. بعد از او در مورد اشتغال زاییشان است که این موارد هست که ما میتونیم طرح بسازیم، البته به تنهایی نیم، ما میتونیم با همکاری ارگان های دولتی، وزارتخانه های دولتی، البته وزارتخانه هایی که زیدخل هستن با این موارد، بتانیم که برای اینا کار پیدا بکنیم، وظیفه پیدا بکنیم و زمینه از ایره که اینا رشد بکنن ما همکاری میکنیم. البته یکی از اهداف اساسی ما همین است. راه های اساسی برای توانمند ساختن این بانوان چی است؟ اگر شورا داشته خب ما شورای ما که هست تنها مثلا یک بخش بانوان پوشش نمیده، ما تمام افراد که دارای معلولیت است، البته و فراموشم نشه وارثین شهدا را نیست ما تحت پوشش از شورا قرار دادیم، چون کسایی که معلول هستن، کسایی که وارثین شهدا هستن، حق اساسی را اینا دارن. بانو منیره عابد، عضو تیم سخنگوی شورای اجتماعی وارثین شهدا و معلولین، سپاس از حضورتان و برنامه. عزیزان و در اخیر به این نتیجه می رسیم که زنانی که دارای نوع معلولیت هستند نسبت به سایر زنان و یا سایر اقشار جامعه از مشکلات و چالش های زیادتری برخوردار هستند و یکی از چالش های عمده ای که با آن زنان معلول روبرو هستند ای است که برخی از خانواده ها متاسفانه که تمایل ندارند که فرزندانشان با این قسم دخترها ازدواج کنند. زنانی که دارای نوعی از معلولیت هستند همواره خواستار حقوقشان شدند و از دولت میخواهند که با این قشر مانند سایر اقشار جامعه برخورد صورت بگیره. دوستان به پایان برنامه امروزی رسیدین. سپاس فراوان از همراهیتان و شما میتونین که به صفحات اجتماعی نیز ما را دنبال کنید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.